السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، خوشحال هستم از اینکه من باز هم در خدمت قرار دارم و با ارائه درس سوم از کتاب فیزیک صنف نهمتان. امیدوار هستم که این درس با شوق و ذوق تام مشاهده بکنید و از این حتما چیزی بیاموزید. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، درس روز قبل ما شما معرفی اوم متر بود که اوم متر چی هست و چی نوعی آلت است، توسط از او چی کارای میکنیم. ما گفتیم که اوم متر از جمله آلات اندازه‌گیری کمیت برقی به نام مقاومت است که میتونه مقاومت یک دوره برقی را، مقاومت وسایل برقی را مورد اندازه‌گیری قرار بده. و علاوه بر این گفتیم که خود اوم متر که در کتابتون تصویرش است مشاهده کردیم که برعکس امپیر متر و ولت متر کار میکنه و طرز کارش هم تشریح شد و گفتیم که اوم مترها در لابراتوارها فعلا موجود نیست، ما هم در دفتر خود نداریم از این وسایل، اما وسیله خوبتر و بهتره که میشه به عوض ولت متر از اوم متر استفاده شوه یا مورد استفاده قرار بگیره. مالتی متر بود که مالتی متر هم براتون تشریح کردیم که چرا این وسیله را مالتی متر میگن، چون چندین صفت برقی را مورد اندازه گیری قرار میگیره یا چند کمیت برقی را یا فیزیکی را مورد اندازه گیری قرار میده، پس بنا آن او را چی میگیم؟ مالتی متر. که تشریح شد و طرز عملش کار شد و چی گونه از او استفاده بکنیم، او هم کار شد و تانستیم توسط از او مقاومت یا اندازه مقاومت متحول اندازه گیری کردیم که عملا نشان دادیم و مقاومت گروپی که در یک تخت بود رو هم مقاومتش اندازه گیری کردیم. خب اما حالی میگیم شاگرد عزیز، اینمی مفهومی که مقاومت بود و وسیله اندازه گیری مقاومت ها هم کار کردیم، حال میگیم به موضوع جدید امروز خود که موضوع جدید ما مربوط کتاب فیزیک صنف نو هست، مضمون فیزیک و موضوع ترکیب مقاومت های برقی و مقاومت های برقی را ما چگونه کار میکنیم. صفحه جلسه سیوم صفحه 49 الی 50 کتابتان است. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، ما میگیم که مقاومت ها را زمانی که ما در یک سیستم برقی یا در یک سرکت برقی یا در یک دوره برقی بستکاری میکنیم، طرز بستکاری این مقاومت ها متفاوت هستند. این مقاومت ها را ما میتونیم که به سه شکل بستکاری بکنیم. یک شکل اول مقاومت ها که بستکاری مقاومت ها به شکل مسلسل هست، بستکاری نوع دومشم موازی هست و بستکاری نوع سومشم ترکیبی هست، یعنی مختلط، که بازی را شما در درس های بعدی خواهد خوند. حالا میم موضوع ما بستکاری مقاومت ها به شکل چیست؟ از بخش ترکیب مقاومت های برقی بستکاری مقاومت ها به شکل مسلسل است که ما مقاومت های برقی را چگونه میتونیم به شکل مسلسل بسته کنیم. اما قبل از در این مورد ما یک تجربه کام اینجا دیزاین کردیم در خدمتتون قرار میدیم، تجربه را اجرا میکنیم. اما قبل از همه با سرعت وارد میشیم به این که در بستکاری مقاومت ها به شکل مسلسل، این یادتون باشه که جریان دائما ثابت است. جریان دوره، یعنی جریانی که در دوره جریان آی وارد میشه، این مساویش به آی1 در مقاومت اول، مساویش به آی2 در مقاومت دوم و مساویش به آی3 در مقاومت سوم. اما تفاوت پتانسیل شاگردک عزیز و دوست داشتنی در هر مقاومت تفاوت میکنه. در مقاومت تفاوت پود، اگر بخوایم تفاوت مجموعی دوره را بعدش بیاریم، پس این را میتونیم نوشته بکنیم که V1 در مقاومت اول جمع V2 در مقاومت دوم و جمع V3 در مقاومت سوم. پس از اینجا میفهمیم که تفاوت پتانسیل در دوره هایی که به شکل مسلسل بسته میشه یا مقاومت هایی که به شکل مسلسل بسته میشه، تفاوت پتانسیل در هر مقاومت متفاوت است، فرق میکنه. اما جریان یک جریان میگذره. چرا جریان یک جریان میگذره؟ چون مسیر حرکت یک لاین است، در یک لاین جریان میگذره. وقتی که جریان در یک لاین گذشت، پس میگیم جریان تقسیم نمیشه، اما یک جریان از تمام مقاومت ها میگذره. پس جریان چی میگیم؟ جریان میگیم ثابت هست و تفاوت پتانسیل چیز متغیر هست، این متغیر است. خب شاگردک عزیز، و با استفاده از قانون اوم اگر خواسته باشیم که ما مقاومت را بدست بیاریم، پس به عوض وی ما میتونیم رابطیش را نوشته بکنیم. نوشته میکنیم که R1 یا وی مساویز به، اگر ثبوت فرموله کن، وی مساوی میشه به R ضرب آی.
و در اینجا وی یک مساوی میشه آر یک ضرب آی، چون در اونجا آی کلش با هم ثابت است، میتونیم او را بگیریم جمع آر دو ضرب آی جمع آر سه ضرب آی. پس در اینجا میبینیم که چون آی در تمام مقامات ها ثابت است، جریان میتونیم اطراف تقسیم ضریب چی شود؟ مجهولی که آر ها هستند شود. پس آی ها کلش خلاص میشه، پس در نتیجه ما داریم که آر ای یا آر معادل یا مقامت معادل دوره مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به آر یک جمع آر دو جمع آر سه. پس اینی رابطه گک که میگیریم یک، میگیم این رابطه گک که یک به ما نشان میده که زمان مقامت ها را به شکل مسلسل بسته کاری کردیم، مقامت مجموعی افزایش پیدا میکنه. یا چرا افزایش پیدا میکنه؟ یعنی مقامت اولی جمع مقامت دومی جمع مقامت سومی جمع مقامت ان آر، ان او مقامت هم باشه جمع میشن، مقامت افزایش پیدا میکنه. وقتی که مقامت افزایش پیدا میکنه جریان چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. خواه شاگرد عزیز، حالا از خاطر از اینکه خوبتر و بهتری بفهمید میایم یک دورک ساده اینجا بسته میکنیم. اما در این دوره برقی ما چی وسایل نیاز داریم؟ من به برق ضرورت داریم، من به برق ضرورت داریم، بالتی می، بالتی دونی، لاین ارتباط ضرورت داریم، انا لاین ارتباط اینجا میمونیم، سه عدد گروپ ضرورت داریم. میتونیم زیاد باشه اما چون دوره چیز میخوایم که کوچکتر باشه، یک عدد دو عدد سه عدد می تخت و هولدرش، کلید خط و وصل لابراتوری ضرورت داریم و یک عدد هم مالتی متر دیجیتال ضرورت داریم که ایره جریانش و تفاوت پتانسیلش رو تثبیت بکنیم اگر نیاز بود استفاده میکنیم، اگر نی باشه طرز بسته کاریش. خب شاگردای عزیز و دوست داشتنی، لاین مثبت هم میاریم در سویچ، لاین وصل میکنیم، سویچ باز میکنیم، در این جمله لاین منفی را میاریم، لاین منفی را در این گروپ میزنیم، بعدا یک لاین مثبت یک لاین منفی، لاین مثبت از این در لاین منفی از این گروپ نصب میشه و لاین منفی مثبت این گروپ با این گروپ متصل میشه. اما ببینید که به شکل مثبت منفی بسته کاری میشن. خب دقت داشته باشین شاگرد عزیز. و یک لاین دیگر هم از اینجا میاریم، از کلید قطع وصل میزنیمش به گروپ سومی. خب شاگرد عزیز، دوره بسته شد. دوره که بسته شد، حالا کلید رو متصل میکنیم، مقامات رو بسته کردیم و کلید رو میایم بسته کاری میکنیم. کلید بسته میکنیم، میبینیم که گروپ ها چی میکنن. گروپ ها رو میبینیم که روشن هست، هر کدام به یک پیمانه، چون تفاوت پتانسیل کم هست پس جریان اینجا کم نشان میده. خب چون جمع شده مقاومت زیاد شده، میتونیم از اینجا یک تا گروپ از دوره خارج کنیم تا خوبتری رو ببینیم. خب در ای بستکاری، بستکاری چیز مسلسل است، چون منفی منفی مثبت جریان آمده ای از در اینجا از اینجا جریان در اینجا از اینجا در اینجا از اینجا می به شکل دوره بسته میشه، پس جریان ثابت است اما تفاوت پتانسیل از این مقاومت و از این مقاومت فرق داره. خب یک و دوم، یک دلیل دیگه که شما بفهمین که جریان در این دوره ثابت است، میگیم هرگاه در این 90 دوره یکی از گروپ ها بسوزه جریان قطع شوه، دوره گروپ سوخت، گروپ که سوخت در دوره جریان قطع میشه. اگر یک لین قطع شد، چون جریان در یک لین است، پس از تمام دوره جریان قطع میشه. پس بناهن میفهمیم که جریان یک جریان است و جریان ثابت است در تمام مقامات، پس جریان ثابت است. اما تفاوت پتانسیل چیز متفاوت است. چرا این گروپ میبینید زیادتر روشن است، این گروپ کمتر. حالا اگر بیایم ما تفاوت پتانسیلی را پیدا بکنیم که در این مقامات چقدر تفاوت پتانسیل است در این مقامات، میتونیم که توسط مالتی متر دیجیتال تفاوت پتانسیل را پیدا بکنیم. قطب مثبت منفی از این مقامات مد نظر میگیریم، به شکل موازی بسش میکنیم میره.
خب اما چرا نتیجه نمیده؟ چون گروپ در دوره بسته است، نباید در دوره نباید بسته باشه، جدا با تیر ما اندازه گیری بکنیم. مقاومت گروپ ماست 2.33 اوم، 2.33 اوم، و این گروپ هم میبینیم چند از مقاومتش 2.22 اوم. این 2 چند است؟ 2.78 اوم. 2.88 اوم. این 2.8 اوم، این 2.23 اوم. پس مقاومت از این بیشتر است. پس این بیشتر در بیشتر انرژی برقی را به نور چی میکنه؟ تبدیل میکنه. زمانی که در دوره بسته شود، هرگاه اگر موقعیت از یوم تغییر بخوره، این گروپی که مقاومتش بیشتر است روشنتر نسبت به گروپی که مقاومتش کم است می باشه. پس بنان گروپی که مقاومتش زیاد است نورش زیاد، گروپی که مقاومتش کم است نورش کم هست. پس شاگرد عزیز، با استفاده از بستکاری این دوره به این نتیجه رسیدیم که جریان در بستکاری مقاومت ها به شکل مسلسل جریان ثابت است. یک جریان از دوره میگذره، یک جریان آی مساوی آی یک، مساوی آی دو، مساوی آی سه. اما تفاوت پتانسیل در هر گروه فرق میکنه. وقتی که فرق کرد، پس تفاوت پتانسیل از ای و ای و ای جمع میشه. از این مقاومت تفاوت پتانسیل جمع این مقاومت، این که جمع بکنیم معلوم میشه. حالا از خاطر که خوبتر و بهتر بازم بفهمین، میم تفاوت پتانسیل از ای را محاسبه میکنیم که چقدر تفاوت پتانسیل در این گروه ها وجود داره. خب چون ولت متر با دوره با چه رقم بسته شوه؟ به شکل موازی، خود به مثبت در مثبت، منفی در منفی بسته کاری شوه. میبینیم 1.5 ولت، 1.5 ولت ولتاژ در این گروه ولتاژش است و در اینجا چیز 1.7 ولت اینجاست. اگر بیایم قسمت اشاری دیگه شون بگیریم، صدام سر و هزارم، 1.5 4 4 ولت اونجا است، 1.7 8، 1.7 9 ولت اینجا است. پس تقریبا در گروپی که ولتا مقاومتش زیاد است، مقاومتش زیاد است، در اونجا ولتاژ چند است؟ در گروپ اولی ولتاژ یعنی V1 مساوی به چند؟ 1.5 5 ولت بود. صحیح است؟ 1.55 یا 1.57، چون حالت نوسان داره خود وسایل دیجیتال اینقدر است. اما در V2 که مقاومتش بیشتر از در این گروپ، تفاوت پتانسیل 1.7 9 ولت بود. پس می‌بینیم که ولتاژ در این زیاد است، در این کم است. هرگاه اگر ولتاژ مجموعی دوره مد نظر بگیریم، پس V مساوی میشه به V1 جمع V2. پس در نتیجه ما داریم که V مساوی به 1.5 5 ولت جمع 1.7 9 ولت. اینه که جمع بکنیم در نتیجه مساوی میشه 5 و 9 میشه 14، 4 حاصل 1، 1 و 7 8، 8 و 5 13، 3 حاصل 1، 1 و 1 2، 2 و 1 3 اشاره داریم 3. پس 3.34 ولت تفاوت مجموعی دوره میشه. اما هرگاه بیایم در این دو قسمت ما تفاوت پتانسیل مجموعی را مد نظر بگیریم، یعنی در اینی قطب و اینی جا، باید مساوی شود چند؟ 3.34 ولت است. اما در اینجا به ما نشان میده 3.5 ولت که تقریبا کم تغییر داره تفاوت، اما 3.5 ولت ولتاژ مجموعی دوره را نشان داد. شاگردک عزیز و دوست داشتنی، ای بود بستکاری خود مقاومت ها به شکل مسلسل که کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در بستکاری مقاومت ها به شکل مسلسل جریان ثابت است، اما تفاوت پتانسیل چیز فرق میکنه. خب از این بستکاری مقاومت ها ما چی الهام میگیریم، چی را میآموزیم تا در زندگی روزمره خود از او استفاده بکنیم؟ ما میگیم هرگاه اگر بیاییم
لیندوانی خانه های خود یا وسایل برقی خود طرز بسته کاریشون به شکل مسلسل بکنیم. اگر گروپ یکی از خانه ها می سوزد در کل خانه برق قطع میشه، اگر یک خانه شارتی میکنه از دیگر خانه برق قطع میشه. باید چی بکنیم؟ باید طرز بستکاری یا لیندوانی خانه ها را به شکل مسلسل نکنیم، یعنی باید به شکل چی باشه؟ موازی. و دیگه نقایص عزیز که اینی ولتاژی که وقتی که میره در گروپ ها تقسیم میشه، وقتی که تقسیم شد انرژی نوریش کمتر است، ما کم استفاده میکنیم. وقتی اگر میخوایم 4 5 10 گروپ روشن بکنیم، پس ولتاژ 220 ولت به ما کفایت نمیکنه، باید ولتاژ افزایش پیدا بکنه. پس این مواردی است که در بستکاری مسلسل مورد نظر گرفته شده. پس شاگردک عزیز و دوست داشتنی، ما به شما یک کارخانگی میتوم و شما هم سوالایی که در بخش خود چی آمده کتابتان در آمده در اینجا مورد گفته، فکر کنید سه چراغ برقی در یک دوره برقی با هم مسلسل وصل هستند. هرگاه از چراغ اولی 2 آمپر جریان عبور کند، از چراغ دومی و سومی چند آمپر جریان عبور میکند. اینمی مورد دوم و اول و دوم فکر کنید کارخانگی شما باشه و فعالیتی که در صفحه 50 کتابتان است. ایرم من حیث کارخانگیتان که اینمی تجربه است دوباره بستکاری بکنین، اما جریان هر مقاومته، تفاوت پتانسیل هر مقاومته توسط مالتی متر یادداشت کنین و اندازه گیری بکنین. پس درس شاگرد عزیز و دوست داشتنی همینجا به پایان میرسانیم. امیدوار هستم که از این درس چیزی آموخته باشین. تا دیدار بعد، خدا حافظ و نگهدار شما. هر یک دانه به خدای بی‌نیاز می سپارم. خدا حافظ و ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.